بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با اخبار شبانگاهی از استودیوی خبر شبانگاهی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط اخبار امشب. اختلال گسترده جهانی در سرویس‌های فناوری اطلاعات فعالیت بسیاری از مراکز را دچار وقفه کرد. در پی فراخوان مردمی برای دعوت به آرامش، تظاهرات در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به خشونت کشیده شد. هجوم کوچی‌ها در بامیان، در پی درگیری میان کوچی‌ها و ساکنان محلی دو نفر زخمی شدند. و شمار کشته شدگان در اعتراض‌های بنگلادش به 39 نفر افزایش یافت. وقت شما بخیر. در روز جمعه 29 تیر ماه فعالیت شرکت‌های هواپیمایی، بانک‌ها و رسانه‌ها در سرتاسر جهان بر اثر قطعی گسترده سامانه‌های فناوری اطلاعات که احتمالاً از مایکروسافت آغاز شده بود، مختل شد. در پی این اختلالات، سهام مایکروسافت و کراود استرایک در معاملات اروپا سقوط کرده است. همکارم در رابطه با این رخداد گسترده جهانی گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. از اولین ساعت بامداد جمعه 29 تیر، اختلال در برنامه آژور مایکروسافت که به عنوان سرویس ابر مجازی داده‌های اطلاعاتی در آن ذخیره می‌شود، سبب از کار افتادن یا اختلال در سرویس‌های اینترنتی در سراسر جهان شد که از آن برای بازیافت و پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند. این اختلال که از آمریکا تا ژاپن گسترده شد، سبب تعطیلی اغلب خدمات از جمله فرودگاه‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی در مبادی ورودی و خروجی فرودگاه‌ها، اختلال در برنامه قطارها، سیستم حمل و نقل، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، بیمارستان‌ها، رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و حتی تماس اضطراری شد. با این حال در برخی از کشورها از عصر روز جمعه این اختلال کاهش یافت و برخی شرکت‌ها و مؤسسات موفق شدند به حالت عادی بازگردند. این اختلال زمانی آغاز شد که برنامه‌های تحت ویندوز در رایانه‌ها در اولین ساعت روز جمعه به روز رسانی شدند، اما به دلیل یک نقص در برنامه، سیستم امنیتی ویندوز سرویس‌های آن را از دسترس خارج کرد. این اختلال گسترده و بی‌سابقه جهانی با نقص امنیتی در به روز شدن سیستم کراود استرایک که مسئولیت امنیت برنامه‌های مایکروسافت را بر عهده دارد رخ داد و سبب شد تا بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی که در آخرین روز کاری خود در هفته تقریباً بیکار مانده بودند، با پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی از جمله ایکس به این موضوع بپردازند. برخی از این پست‌ها نیز جنبه طنزآمیز داشت. ایلان ماسک، مالک شبکه ایکس، نیز آن را بزرگترین شکست فناوری اطلاعات تا کنون خواند. کارشناسان فناوری اطلاعات میگویند هنوز زود است تا درباره ابعاد خسارات مالی ناشی از این اختلال جهانی تخمین زده شود، اما چنین واقعی در روز جمعه نه تنها سبب ضرر و زیان مؤسسات مختلف شده، بلکه بازار مالی جهان را نیز با ضرر هنگفتی روبرو کرده است. رسانه‌های تخصصی فناوری اطلاعات بحران جهانی اختلال در خدمات اینترنتی را بدترین از نوع خود در تاریخ خواندند که می‌تواند زنگ خطر جدی برای امنیت سایبری باشد. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری، از تهران پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب. سلام، شب بخیر. من عرض کنم خدمتتون در خدمتتون هست. ممنونم. آقای دکتر، به عنوان کارشناس حوزه فناوری، تحلیل خودتان را از دلایل این اختلال در سطح جهانی چه می‌بینید؟ بفرمایید.
عرض کنم خدمتون که یه بروز رسانی از طرف یکی از شرکت هایی که خب امنیت سایبری سرویس های مستقیم، حالا به صورت مستقیم آژور مایکروسافت رو بر عهده داشته، یک بروز رسانی امنیتی باعث شدش که سیستم های مختلفی که سرویس می گرفتند از مایکروسافت دچار صفحه آبی بشن، یا همون بی اس بودی که میگه. این رو حالا اگر بخوایم فرض بر این بگیریم که این با این بروز رسانی دچار این اختلال شده، یک دیدگاهی داره. یه دیدگاه دیگه که حالا در پشت این وجود داره که این بروز رسانی برای یک خلل امنیتی انجام شده که این نقص امنیتی موجود در سیستم ها با این بروز رسانی منجر به بروز صفحه آبی شده. حالا من صفحه آبی رو توضیح خیلی کوتاهی بدم. معمولا تو مشکلات اساسی که برای ویندوز پیش میاد، تو به راه اندازی سرویس‌هاش، دسترسی به منابعش، این صفحه آبی میاد بالا و به نوعی اخطاری هستش به یوزر برای اینکه سیستم دچار نقص کلی شده و اونجا یه سری دیتایی رو جمع می‌کنن رو سیستم، اون هر سیستم خود ویندوز، و میفرسته برای مایکروسافت برای اینکه بررسی کنه. خب اگر یک خلل امنیتی در ساعت قبل به وجود اومده که شرکت کراستریک اومده این رو با بروز رسانی اومده جلوش رو بگیره، این زنگ خطر بزرگتری هستش که مایکروسافت در سیستمش خلل امنیتی داشته، یک آسیب پذیری داشته که با این موضوع اومده اون رو حل بکنه. و شواهد هم این رو نشون میدن، چون اول مراکز امداد و جاهایی که درگیری بیشتری داشتن اومده مشکلشون رفع شده، در طرف مایکروسافت به سرعت اومده پیگیری ها انجام شده و بعضی از کاربران همچنان اون صفحه آبیه داره براشون میاد. و یک توصیه‌ای هم کردن به عبارتی از مایکروسافت که 15 بار اگر سیستمتون رو ریستارت بکنید این مشکل رفع خواهد شد. خب این نشون میده که داره به صورت تدریجی یک صدمه پذیری رو داره پوشش میده. این حالت به عبارتی بدتری هستش که مشکلی وجود داشته، کراستریک اومده آپدیتی رو گرفته انجام داده و این باعث شده که سیستم هایی که دوچار اون مشکل بودن دوچار صفحه آبی بشن. حالا گذشته از همه اینها، خیلی موضوع بدی نبود و خیلی بحران ایجاد نکرد. 43,000 تا پرواز لغو شدن و در این حال اومده به سری از دسترسی بانک ها از بین رفته، شبکه های مثلا مثل بی بی سی، بی بی سی کیت مثلا دوچار مشکل شده، مثلا سی ان ان حالا دقایق دوچار مشکل شده. ولی مثلا اینکه که 74% حدود کامپیوترهای دنیا علارغم همه ادعاهایی که در کشورهای مختلف انجام شده که ما بیایم از سیستم عامل ملی استفاده بکنیم، سیستم های مربوط به مایکروسافت هستن. حالا اون زیرساخت آزور به عنوان یک به عبارت سیستم کلود، یک سرویس ابری مبنای اصلی این داستان نبوده، اما صدمه پذیری در اینجا وجود داشته. این قابلیت رو میتونست برای هکرها ایجاد کنه که توش نفوذ بکنن و کراستریک اومده با این کار جلو اون نفوذ رو گرفته. مجموعاً مانور خوبی بوده شیم برای دنیا و کشورهای مثل هند و مالزی و هنگ کنگ و استرالیا از این مانور خوب به سربلند اومدن بیرون و کارهاشون نخوابید. ولی خب یه جاهایی مثل انگلیس و لندن بسیار بسیار از این موضوع صدمه خوردن. بله. میشه گفتش که من این رو به عنوان یک موضوع خوب تلقی میکنم، چون به هر حال آینده دنیا وابسته سرویس ها هستش و این حقوق شهروندان الکترونیک رو ما عملا اومدیم اینجا یک تجربه روش کردیم برای اینکه بعدا حفظ بشه. ممنونم. با تشکر از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. جمع زیادی از عاشقان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرهای مختلف ترکیه گرد هم آمدند تا عاشورای حسینی را به سوگ و عزاداری بپردازند. در استانبول و همچنین شهر قارس در شمال شرق ترکیه نیز شرکت کنندگان در مسجد حضرت علی علیه السلام جمع شدند و به اقامه عزا پرداختند.
گفتنی است تعدادی از شهرهای ترکیه نیز شاهد برگزاری جلسات جزخوانی قرآن کریم به همین مناسبت و به دنبال آن اجرای نمایشنامه ها و تعزیه های بازگویی وقایع کربلا و همچنین راه اندازی کمپین های اهدای خون با همکاری هلال احمر ترکیه بود. سازمان جهانی بهداشت میگوید که افغانستان با ثبت بیش از 70 هزار مورد بیماری وبا در 6 ماه گذشته در میان 24 کشور جهان بیشترین آمار این بیماری را داشته است. این سازمان با انتشار گزارش 6 ماه اول سال جاری میلادی گفته که از بیش از 140 هزار مورد بیماری وبا در این مدت در 6 کشور مدیترانه شرقی ثبت شده که بیش از نصف آن در افغانستان رخ داده است. بر اساس این گزارش بیش از 32 هزار واقعه بیماری وبا در ماه جون 2024 در یمن، پاکستان، سومالی و افغانستان گزارش شده که افغانستان با ثبت بیش از 18 هزار مورد این بیماری بیشترین آمار را در این میان داشته است. خبری از پاکستان. مقام‌های اداره ضد تروریسم پاکستان در ایالت پنجاب می‌گویند یکی از رهبران ارشد گروه سنی‌های تندروی القاعده به نام امین الحق را دستگیر کردند. به گفته آنها این فرد از نزدیکان اسامه بن لادن طراح حملات 11 سپتامبر به ایالات متحده آمریکا بوده است. شاین ذکر است امین الحق از سال 1996 میلادی یکی از نزدیکان اسامه بن لادن رهبر القاعده بوده و در فعالیت‌های تروریستی شرکت داشته است. در بیانیه اداره ضد تروریسم پاکستان همچنین آمده است که نام امین الحق در فهرست تروریست‌های جهانی سازمان ملل متحد قرار دارد. ارتش نیجریه 125 نفر را طی یک هفته گذشته که مظنون به تروریست بودند کشت. یک مقام محلی نیجریه‌ای روز گذشته گفت که حداقل 125 تروریست مظنون در حملات ضد تروریستی جداگانه توسط ارتش این کشور در سراسر نیجریه در هفته گذشته کشته شدند. ادوارد بوبا سخنگوی ارتش به خبرنگاران در ابوجا پایتخت نیجریه گفت که بیش از 200 نفر دیگر در جریان این عملیات موفقیت آمیز دستگیر شدند. سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد میگوید دست کم 40 مهاجر پس از آتش گرفتن قایقشان در سواحل شمالی کشور هایتی جان خود را از دست دادند. به گفته این نهاد 41 نفر از سرنشینان این قایق توسط گارد ساحلی هایتی نجات پیدا کردند. گفتنی است هنوز علت دقیق آتش سوزی مشخص نیست، اما یک مقام محلی به خبرگزاری رویترز گفته افرادی که در قایق بودند در مراسمی برای عبور امن از دریا شمع روشن کرده بودند که باعث می شود بشکه های بنزین داخل قایق آتش بگیرد. در حالی که مقامات شهر نیومونستر در شمال آلمان مجوز فعالیت نخستین مهد کودک اسلامی شهر را صادر کردند، این اقدام واکنش‌ها و بحث‌های زیادی را در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از ریبل نیوز، شهر نیومونستر در ایالت شلسویک هولشتاین آلمان ساخت اولین مهد کودک اسلامی خود را تصویب کرد. این مرکز 2500 متر مربعی که قرار است در سال آینده افتتاح شود، ظرفیت پذیرش 60 کودک را دارد و توسط مسجد محلی وابسته به انجمن مراکز فرهنگی اسلامی مستقر در کل حمایت مالی می شود.
گزارش ها حاکی از کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان در پی تیراندازی نیروهای نظامی پاکستان در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا به سوی مردم دارد. به گزارشی که در این زمینه توسط همکارم تهیه شده توجه فرمایید. صدها نفر از ساکنان منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا بامداد جمعه 29 تیر در اعتراض به ناامنی در این مناطق تظاهرات کردند. گزارش ها حکایت از آن دارد که در تلاش معترضان برای ورود به یک پایگاه نظامی در بنو، نیروهای ارتش به سوی آنها شلیک کردند. فراخوان این تظاهرات از سوی بازرگانان محلی منتشر شده بود که میگویند جنگ به کار و کسب آنها در خیبر پختونخوا آسیب زده است. معترضان ادعا دارند که منطقه بنو به مرکز درگیری میان گروه سنی‌های تندروی تحریک طالبان پاکستان و ارتش این کشور تبدیل شده و زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. منابع محلی میگویند دست کم 4 معترض بعد از به خشونت کشیده شدن اعتراضات کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی بیمارستان محلی DHQ تایید کرد که اجساد 4 نفر که بر اثر شلیک گلوله جان باختند به این مرکز درمانی منتقل شده است. برخی از معترضان هم بر اثر تراکم جمعیت زخمی شدند. ویدیوهایی از جریان اعتراضات بنو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد صدها نفر از ساکنان محل با حمل پرچم‌های سفیدی که بر روی آن عبارت امن نوشته شده است از تحریک طالبان پاکستان و نیروهای ارتش می‌خواهند به ناامنی در این منطقه پایان دهند. این در حالی است که شبه نظامیان گروه حافظ گل بهادر از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان روز دوشنبه به یک پایگاه نظامی در بنو حمله کردند و در 24 ساعت درگیری با نیروهای پاکستانی 8 نیروی نظامی را کشتند. مقام‌های امنیتی پاکستانی می‌گویند 2 نفر از مهاجمان این حمله اهل افغانستان بودند. طالبان تاکنون به این ادعا واکنشی نشان نداده است. منابع محلی در استان بامیان میگویند که بر اثر درگیری میان کوچی‌ها و روستاییان در شهرستان پنجاب دست کم 2 روستایی زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها یکی از زخمی‌ها با شلیک گلوله و فرد دوم با زدن سنگ به سرش زخمی شده است. منابع افزودند که زخمیان به بیمارستان پنجاب منتقل شدند و وضعیت فردی که سرش زخمی شده نگران کننده است. به گفته منابع، طالبان ویدیویی‌هایی را که مردم محلی از این درگیری گرفته بودند از تلفن‌های آنها حذف کردند و هر گونه مصاحبه و گرفتن عکس و فیلم از زخمیان را ممنوع کردند. منابع افزودند که این درگیری در منطقه درازقول بر سر راه قول کابل زمانی صورت گرفته که کوچی‌ها گوسفندان خود را در کشتزارها و زمین هزارها برای چریدن بردند و مردم مانع شدند. این در حالی است که دو روز پیش وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان در دیدار با معاون سیاسی رئیس الوزرای این گروه اعلام کرد که موضوع علفچراها میان مردم هزارها و کوچه‌ها در نتیجه عملی سازی یک طرح به مشورت و توافق هر دو جانب حل شده است. اما منابع محلی در مناطق مرکزی هزارنشین افغانستان تاکنون تایید نکردند که اختلاف‌های کوچه‌ها و روستاییان بر اساس توافق هر دو طرف حل شده باشد. افزون بر آن، درگیری تازه در پنجاب بیانگر ادامه مشکل میان دو طرف است. گفتنی است طی 3 سال اخیر و پس از به قدرت رسیدن طالبان، بارها کوچی‌های مسلح بالای زمین و خانه‌های هزارها هجوم برده و در اکثر موارد طالبان نیز از کوچی‌ها حمایت کردند.
شمار افراد کشته شده در اعتراضات علیه افزایش سهمیه استخدام در نهادهای دولتی برای فرزندان سربازان شرکت کننده در جنگ استقلال بنگلادش به 39 نفر افزایش یافت. به گزارش همکارم در رابطه با ناآرامی‌های اخیر در بنگلادش توجه فرمایید. مقام های دولتی در داکا پایتخت بنگلادش از روز جمعه برپایی هر گونه راهپیمایی یا تجمع بزرگ را ممنوع کردند. این دستور پس از آن صادر شد که تعداد کشته شدگان تظاهرات دانشجویان علیه نظام سهمیه بندی مشاغل در این کشور 170 میلیون نفری به 39 نفر افزایش یافته است. منابع پلیس به خبرنگاران محلی گفتند که بیشتر کشته ها در داکا گزارش شده است. علاوه بر این گفته می شود که طی چند روز اخیر نزدیک به 1500 نفر در جریان درگیری ها زخمی شدند که بیشتر آنها به دلیل شلیک گلوله های پلاستیکی نیروهای پلیس بوده است. در همین حال دولت از ارتش بنگلادش خواسته است تا از اقامتگاه شیخ حسین واجد نخست وزیر بنگلادش محافظت کند. با وجود این اقدامات از صبح روز جمعه خبرهایی مبنی بر درگیری‌های شدید در بخش‌هایی از داکا گزارش شده است. به همین دلیل علاوه بر پلیس، نیروهای شبه نظامی نیز برای کنترل اوضاع در برخی مناطق مستقر شدند. با این وجود معترضان روز پنجشنبه ساختمان تلویزیون دولتی در داکا را به آتش کشیدند. با بالا گرفتن خشونت‌ها در طی چند روز گذشته، اینترنت در بسیاری از مناطق این کشور به طور کامل قطع و شبکه‌های اجتماعی نیز محدود شدند. در همین راستا بیشتر رسانه‌های محلی پس از قطع اینترنت توسط دولت وبسایت‌های خود را به روز نکردند. علت اصلی برپایی این تظاهرات که توسط دانشجویان معترض صورت گرفته اعتراض به سیستم سهمیه بندی مشاغل دولتی است که در سال 2018 به حالت تعلیق درآمد و ماه گذشته توسط دادگاه احیا شد. بر اساس این سیستم حدود 1/3 مشاغل بخش دولتی برای نوادگان کهنه سربازان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 در نظر گرفته می شود. حزب حاکم لیگ عوامی خود را تنها وارث واقعی جنبش استقلال می داند و به همین دلیل سهم بیشتری در این سیستم دارد. با بالا گرفتن این خشونت‌ها، حزب ملی‌گرای بنگلادش به عنوان حزب رقیب اصلی حزب حاکم در همبستگی با دانشجویان خواستار اعتصاب در داکا شد. در مقابل، دبیر کل حزب حاکم عوامی لیگ به دانشجویان معترض پیشنهاد مذاکره داده است که رد شد. پیشنهاد آن شامل کاهش سهمیه مشاغل بخش دولتی به 20% است. دیگر واکنش دولت به این اتفاقات تشکیل یک کمیسیون قضایی برای بررسی قتل‌ها بوده است. گفتنی است که آصف محمود مسئول هماهنگ کننده اعتراضات نیز از آغاز اعتصاب گسترده در بنگلادش خبر می‌دهد. به گفته وی معترضان از فعالیت تمامی نهادهای دولتی به جز بیمارستان‌ها و فوریت‌های پزشکی جلوگیری خواهند کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اختلال گسترده جهانی در سرویس‌های فناوری اطلاعات فعالیت بسیاری از مراکز را دچار وقفه کرد. در پی فراخوان مردمی برای دعوت به آرامش، تظاهرات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به خشونت کشیده شد. هجوم کوچی‌ها در بامیان، در پی درگیری میان کوچی‌ها و ساکنان محلی 2 نفر زخمی شدند. و شمار کشته شدگان در اعتراض‌های بنگلادش به 39 نفر افزایش یافت. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.